مشروع اخبار بازداشت یک کارمند مخفی حکومت ایران در آمریکا وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت یک کارشناس سیاسی ایرانی تبار به اتهام فعالیت اعلام نشده به نفع جمهوری اسلامی خبر داد این فرد لطف الله افراسیابی استاد علوم سیاسی دانشگاه بستون معرفی شد و قرار است در دادگاه حاضر شود وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده که کاوه لطف الله افراسیابی استاد دانشگاه بستون روز گذشته در ایالت ماساچوست بازداشت شده و علیه او در دادگاه بروکلین اعلام جرم شده است به گزارش خبرگزاری فرانسه کیفن خواست علیه این متهم با استناد به قانون ثبت کارگزاران کشورهای خارجی تنظیم شده و افراسیابی به فعالیت اعلام نشده به نفع جمهوری اسلامی و نقض این قانون متهم شده است کاوه لطفالله افراسیابی از سالها پیش به عنوان کارشناس امور سیاسی فعال است و دیدگاه های خود در جانب از حکومت جمهوری اسلامی را از طریق رسانه ها و کتاب و مقاله منتشر می کند. وزارت دادگستری آمریکا افراسیابی را متهم کرده که بیش از یک دهه خود را به عنوان کارشناس بیطرف مسائل ایران معرفی کرده در حالی که با جمهوری اسلامی همکاری می کرده و به تبلیغ این حکومت می پرداخته. افراسیابی همچنین متهم شده که با دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل همکاری می کرده و بدون ثبت و اعلام این همکاری از این دفتر بابت خدمات

پول دریافت کرده است. پلیس فدرال آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده که بازداشت افراسیابی نشان می دهد که آمریکا اجازه نمی دهد افرادی از خاک این کشور به عنوان ماموران غیر رسمی برای جمهوری اسلامی فعالیت کنند. FBI می گوید افراسیابی در 13 سال گذشته دست کم 265 هزار دلار از دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل پول دریافت کرده. کاوه لطف الله افراسیابی از سالها پیش به عنوان یک تحلیلگر سیاسی جانبدار و مدافع و مبلغ مواضع جمهوری اسلامی شهرت دارد تا کنون درباره واکنش او وکیلانش یا دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک گزارشی منتشر نشده است بازداشت افراسیابی در آخرین روز حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید اعلام شد قرار است روز چهارشنبه جو بایدن پس از مراسم تحلیف کار خود را به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز کند وزیر دفاع دولت بایدن ایران تهدیدی علیه متحدان و نیروهای آمریکایی در خاور میانه است ژنرال بازنشسته آمریکایی که از سوی جو بایدن برای تصدی پست وزارت دفاع پنتاگون پیشنهاد شده ایران را تهدیدی علیه همپیمانان واشنگتن و نیروهای آمریکایی مستقر در خاور میانه دانست وی در جلسه دادن رأی اعتماد به او به عنوان وزیر دفاع پیشنهادی در کابینه جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا گفت ایران همچنان عامل بر هم زننده ثبات در منطقه است و تهدیدی علیه شرکای ما در منطقه و نیروهایی که به منطقه اعزام می‌کنیم تشکیل می‌دهد وی افزود چنانچه ایران در هر زمانی به توان هسته ای دست یابد تعامل با آن در ارتباط با هر مشکلی در منطقه بسیار دشوار خواهد شد از سوی آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشنهادی آمریکا سهشنبه اعلام کرد که دولت بایدن به عدم دستیابی ایران به سلاح ای پایبند است و کشورهای خلیج فارس و اسرائیل را در هر مذاکرات هسته با ایران مشارکت خواهد داد نامزد پیشنهادی بایدن برای تصدی وزارت خارجه آمریکا در جلسه رأی اعتماد به او در مجلس سنا مقصود که دستیابی ایران به سلاح هسته ای این کشور را خطرناکتر از الان خواهد کرد بلینکن گفت که ایران گامهای زیادی را برای نقض تعهداتش در توافق هسته ای اتخاذ کرده است و تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا همچنان مصرانه متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای است مدیر اداره ای امنیت ملی آمریکا در دولت بایدن بازگشت ایران به توافق هسته‌ای بعید است. آوریل هینز نامزد پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده برای تصدی پست مدیر امنیت ملی آمریکا گفت از بازگشت ایران به تعهدهای تام آن به توافق هسته‌ای بسیار فاصله داریم به گزارش رسانه های آمریکا آوریل هینز در برابر اعضای کنگره گفت که جو بایدن گفته چنانچه ایران به تعهداتش بر مبنای توافق هسته‌ای پایبند شود او نیز دستور خواهد داد تا گام متقابلی در این زمینه برداشته شود هینز در ادامه گفت صراحتا بر این باورم که ما از این مرحله بسیار فاصله داریم آوریل هینز در رابطه با چین نیز گفت که از اتخاذ موضعی قوی در برابر تهدیدهای پکن حمایت می کند. او همچنین گفت نحوه تعامل ما با چین باید توسعه یافته و متناسب با واقعیت های کنونی باشد تا بتوان با گسترش سلطه و نفوذ چین مقابله کرد هینز در ادامه گفت که او از اتخاذ موضعی برای مقابله با چالش هایی که کشورش در این زمینه با آن مواجه است حمایت می کند. این در حالی است که وزیر خارجه آینده در دولت جو بایدن نیز شد تا دیپلماسی یک جانبه گرایانه ای که دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیش گرفته بود را کنار بزند و تاکید کرد که ایالات متحده به جایگاه رهبری خود بازگشته اما این بار به همراه همپیمانانش برای پیروزی در رقابت با چین و رویارویی با دیگر دشمنان خود گام خواهد برداشت آنتونی بلینکن در سخنرانی از پیش ثبت شده ای در برابر کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت می توانیم های اصلیمان را تقویت کنیم که نفوذمان در نقاط مف... اختلاف جهان را تقویت می کند. او همچنین افزود ما در وضعیت بهتری برای مقابله با تهدیدهای روسیه، ایران و کره شمالی هستیم. طلاب جهادی علی رزا رئیسی به دلیل قوم حراسی بر کنار و محاکمه شود. کانال ارزشی وضعیت آبی در قوم لذت علال است. قرارگاه حزبی انقلاب اسلامی خواستار برکناری علی رضا رئیسی معاون وزیر بهداشت به دلیل قوم حراسی شد دیروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی قوم به طور حضوری از تولیت آستان و نماینده ولی فقیه در آستان قوم عذرخواهی کرده است انتقاد شدید علی رضا رئیسی معاون وزیر بهداشت به نقض پروتکل های بهداشتی در نماز جمعه و مراسم ایام فاطمیه در استان قوم به واکنش های شدید نهادهای مذهبی و حکومتی منجر شده که همچنان ادامه دارد در آخرین واکنش ها قرارگاه حوزوی انقلاب اسلامی متشکل از طلاب جهادی با صدور بیانیه ای خواستار برکناری رئیسی به دلیل قوم حراسی شد و نظارت او را گذاف غیر علمی و غیر منصفانه توصیف کرد. معاون بهداشت وزارت به بهداشت در جلسه ستاد مقابله با کرونا با نمایش تصاویری از نقض های بهداشتی در جزیره قشم و همچنین مراسم نماز جمعه و مراسم ایام فاطمیه در قم گفته بود هیچ گونه پروتکلی در قم رعایت نشده و فقط سی درصد نمازگزاران ماسک زدهاند و گفته که در این تجمعات مذهبی شرکت کنندگان بدون رعایت پروتکل ها در صف ایستاده و غذا دریافت می کنند رئیسی در این جلسه که با حضور حسن روحانی و سعید نمکی برگزار شد همچنین گفت که این افراد مسئول مرگ مردم در پی که بعدی هستند و باید مجازات شوند اینها دارند آدم میکشند قرارگاه حوزوی انقلاب اسلامی در نامه ای به سعید نمکی وزیر بهداشت نه تنها خواهان برکناری علیرضا رئیسی بلکه همچنین محاکمه او به دلیل تشویش اسانه عمومی شد این قرارگاه در این نامه قوم را پیشتاز در مبارزه با ویروس کرونا توصیف کرده و آورده از طبق اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قوم دارای التزام بالا به پروتکل هاست و از آنجا که این شهر به عنوان نماد هویتی شیعه مطرح است نباید با اظهارات نسنجیده موجب راه اندازی قوم حراسی شد همزمان با موج گسترده واکنش ها به انتقاد معاون وزیر بهداشت محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قوم به دیدار حجت الاسلام سعیدی تولیت آستان و نماینده ی ولی فقیه در استان قوم رفت او در این دیدار از اظهار نظر علی رزا رئیسی معاون وزیر بهداشت در مورد قوم و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم این شهر ابراز تاسف کرد این مقام مسئول برخلاف آماری که از سوی علی رزا رئیسی ارائه شد گفت که بیش از 80 درصد نمازگذاران نماز جمعه قوم به طور کامل شیوه های بهداشتی را رعایت کردند رئیس دانشگاه علوم پزشکی قوم اضافه کرد که باید از تمام نمازگزاران و مردم مؤمن و متدین قم تشکر کرد محمد رضا قدیر همچنین درباره نحوی رعایت پروتکل های بهداشتی در مقبره حضرت معصومه در قم گفت حرم مطهر مصوبات ستاد ملی کرونا را به خوبی اجرا می کند و در بازدید میدانی دو ساعته که در روز شهادت از حرم مطهر داشتیم شاهد رعایت بیش از 75 درصد زائران بودم گفته نیست نخستین نشانه های شیوع ویروس کرونا در سال گذشته در ایران از شهر قم آغاز شد که گفته می شود صدها طلبه چینی در آنجا زندگی می کنند حالا برخی کانال های ارزشی قم میگویند بازگشایی ها در قم که پس از اعلام وضعیت آبی صورت گرفته یکی از لذت های حلال در قم است که باید از آن استفاده کرد این کانال ها با اینکه وزارت بهداشت نسبت به افزایش دوباره شمار مبتلایان و اوج گرفتن شمار مرگ و میرها هشدار داده نوشتند که وضعیت آبی به طور قطع ادامه پیدا می کند و مردم از این لذت حلال نهایت استفاده را ببرند